فیلمنامه نه داستان نه رمان. درام در فیلمنامه ادبیات خاص خودشو داره. زیباترین قصه وقتی برای فیلم در نظر گرفته میشه باید به ادبیات سینما برگرده. فیلمنامه مصرفش برای اینکه قابلیت تبدیل شدن به سینما داشته باشه و آداب نگارش خودش. به طور معمول رسم بر اینه که از ایده به پژوهش، از پژوهش به خلاصه فیلمنامه، از خلاصه فیلمنامه به ردیف سکانس ها و بعد فیلمنامه نوشته میشد. حالا دیالوگ ها یا در طول فیلمنامه یا بعداً بهش اضافه میشه. برای من چالش اصلی در پیدا کردن قصه نیست، چون ایده ها همینجور که قبلنم توضیح دادم، ایده ها از یک دغدغه میاد. کدوم بچه این دغدغه انتخاب میشه برای اینکه تبدیل به فیلم بشه؟ برای پیدا کردن اون نقطه اصلی خب اون پژوهش انجام میشه. وقتی این پژوهش انجام میشه یک موقعیتی تصویر میشه. اگر باز مصداقی بخوام بگم براتون، اون زمانی که تصمیم به ساخت فیلم خونبازی گرفته شد به دلیل بالا رفتن آمار مصرف مواد مخدر، خب خود این موضوعه، ولی من چی میخوام بگم، چه وجهی از این شرایط هست که من میخوام بهش بپردازم؟ پیدا کردن اون موقعیت که خب بعد از کلنجارهای مختلف به این که وقتی در طول تحقیق با جوانای زیادی رو در رو ساعت ها میشستم صحبت میکردم و بعد از یک ساعت حرف زدن حوصله‌شون سر میرفت و دیگه تحمل ادامه نداشتن و در همون زمان به شدت معتقد بودن که نه ما مصرف میکنیم ولی معتاد نیستیم، ما هر وقت بخوایم مصرف نمیکنیم، در حالی که اون بیقراری که از حرکات، از حالت چشمشون کاملا مشخص میاد. این برام مهم بود که من میخوام اصلا به این وجه بپردازم، چیزی که باور نمیشه که اعتیاد یعنی چی. همه فکر میکنن مصرف کننده یعنی به اختیار و در هر زمانی میتونن ترک کنن. من میخواستم به این بپردازم. سارا چیه؟ چرا اینجوری شدی مادر؟ چی مادر؟ بده چیو؟ نور خدا مادر داری میرسی؟ بار آخره نمیتونم باید بذارم. چیو نمیتونی مادر جون؟ دیروز سالا طاقت رو بردی، نکن این کار رو، نکن اینجور، نکن اینجوری مادر، نکن اینجور، نکن اینجور مادر جون، نکن اینجور مادر، نکن قربونه. نمیدونه از کجا بیارم؟ کجا؟ از کجا؟ کجا؟ پروسه ترک که به نظر یه امر ساده‌ای میاد، برای خودم هم گیج کننده بود که چطور اتفاق میفته. یعنی موقعیت رو پیدا کرده بودم. اینکه کاراکتر اصلی هم قرار بود یک دختر باشه، یعنی اصلا تمرکز روی دختر بود. پس من از ایده پژوهش انجام دادم، بعد به موقعیت رسیدم و یک کاراکتر. حالا اینکه چه قصه‌ای بنویسیم به نظر من اتفاق بعدی بود که باید می افتاد. ما باید به یک شناخت از موقعیت یک دختر معتاد در جامعه مثل خودمون، وجوه مختلف این شخصیت رو که مثل یه منشور هزار وجهیه که شما از هزار زاویه میتونید نگاه کنید. اینکه تو چه موقعیتی میخواین این دختر رو تصویر کنید، در ارتباط با چه شرایطی این دختر در کجا زندگی میکنه، از چه طبقه اجتماعی، هر کدوم از اینا با چه موانعی روبرو هستن. میخوام بگم اون چالش اصلی، اونجایی که من فکر میکنم فیلمنامه قبل از اینکه رو کاغذ بیاد که روز خارجی مثلا خیابانی در شهر، خیلی قبلتر از اون فیلمنامه شروع به نوشتن میکنه. عجله در نوشتن و به فول استاپ آخر رسیدن آفت بزرگه. وقتی موقعیت تعریف شد، وقتی شخصیت، چگونگی قرار گرفتن اون شخصیت در موقعیت تعیین شد، بعد قصه کم کم شکل میگیره. معمولا هیچ وقت من خلاصه قصه نداشتم. با
باز به همین دلیل کشف و قدم به قدم پیش رفتن. یعنی من بر اساس موقعیت تعریف شده، شخصیت شناخته شده و یک کلیتی از قصه، نه اینکه جزئیاتی هم بدونم، شروع میکنیم بحث میکنیم، سکانس به سکانس پیش میریم، گاهی جلو میافتیم. یعنی از این سکانس میدونیم که ما در آینده نزدیک به این مرحله خواهیم رسید، ولی باز بر میگردیم. بسیاری موارد که اصلا کم نیست، حتی دیالوگارم مینویسم. یعنی فکر میکنم که این مفهومی که ما قرار یک صحنه درگیری مثلا بین مادر و دختر پیش بیاد، واقعا اینو فقط رو کاغذ درگیر میشن، چجوری درگیر میشن؟ دیالوگای دوتا آدمی که تو این موقعیتن، آیا به جایی میرسه که یه نقطه تموم بشه، این بره تو اتاقش، اونم بره تو اتاقش؟ یا نه، یه کارکتری تو این شرایط دیالوگ یه جا منقطع میشه و دختر از خونه میزنه بیرون. الان که را بیفتیم بعد از اون میرسیم پیش خاله لیلا، میگفت یه جوری بیاین نهار با هم باشیم. نمیرسیم، عیبی نداره. خوش اومده. خوش بهش گفتم اینا رو هم براش خریدی. میگفت سارا سلیقه منو بیشتر از تو میدونه. ساندویچو یادم نره، بطری های آبم گذاشتم تو جای یخی. سویش بده قلقش دست خودم، خودم میرونم. ماشینا خودم اونو میگم. کجا میخوای بری؟ دیویدیه که بچه دستم ور بهش بدن. سارا چرا فکر میکنی من خرم؟ ببین نگاه آمان بری کنی نصف این چه بده به من. ما کجا میخواییم بریم؟ پیش خاله لیلا چه غلطی میخواییم بکنیم؟ میام ولی اول باید اینو بدم. دیویدیو میخوایی بدی با آژانس میفرستم. شیعت هم نخواستم. سارا نقش دیالوگ فقط زبان شرح حالی موقعیت نیست، دیالوگ هم شخصیت خودشو داره، میتونه تعیین کننده باشه. هر آنچه که ما تحمیل کنیم بهش نیست. ولی نکته اصلی این که چارچوب کلی تو ذهنه، این که این موقعیت و این کارکتر قراره به کجا برسن، خب این مشخص میشه. ولی چگونه رسیدن بابت قصه، از اینجا میرن بعد فرداش اینجوری میشه، پس فردا اونجوری میشه، تا اینجا خلاصه، حالا تریتمنت و حالا برگشتن به نوشتن فیلمنامه، نه. چون فیلمنامه که من نویسنده نیستم، من فقط نویسنده فیلمنامه های خودم هستم که در بسیاری از مواردم از همکار فیلمنامه نویس کمک گرفتم. یعنی یا یک گروه بودیم و این گروه بودن مفهومش این نیست که حتما یک فیلم با تولید عجیب و غریب نیاز به یک گروه فیلمنامه نویس داره، نه، واقعا الزام خود کار هست. بخش های تألیفی کار اگر حضور یک نفر حتی در حد ارائه یک پیشنهادی باشه که در کار وارد بشه، یعنی انقدر همگام با موضوع فیلم، همسو با فکر صاحب اثر باشه، حتما این دیگه کار مشترک میشه. کما اینکه دلیل اینکه حتی تجربه‌های مشترک کارگردانی هم داشتم به همین معنا بوده. یه نفر ممکنه شناخت اجتماعیش یه فیلمنامه نویس از شما بهتر باشه، ممکنه یک نفر تسلطش روی درام از شما قوی تر باشه یا همسوی شما باشه، باز دو تا فکره. به طور کل کار مشترک تجربه خیلی خوبیه که من به شدت ازش استقبال میکنم. همه این دلایل و منطقایی که شاید تو موارد مختلف شما هی از من میشنوین، شناخت جامعه، نمیدونم چه، ببینید اینا فرمولای خشکی نیستن که قرار بشه در فیلمنامه اینا به کار گرفته بشن. اینا تأثیر گرفتن شما از یک موقعیت هست که به کار فیلم، اونم راجب سینمای اجتماعی صحبت میکنیم. میخوام اینو بگم که با این همه
امتیازی که من به واقعیت میدم، با این همه الهام بخشی که نسبت به واقعیت دارم مطرح میکنم، هیچ کدوم از فیلمای من، هیچ کدوم از فیلمنامه های من و هیچ کدوم از شخصیت های فیلمای من ما به ازای 100% واقعی ندارن. به این معنی که ما با سینما روبرو هستیم، ما کارمون بازگردان نعل به نعل واقعیت نیست، ولی میتونم بگم هر کدوم از این شخصیت ها موقعی صاحب جان و نفس میشن که ما به ازاهای واقعی که به دلایل مختلف روی من، روی شمای نویسنده اثر گذاشته، اینا جمع میشن و در قالب یک شخصیتی که شما خلق میکنید بروز پیدا میکنن. یعنی ما از واقعیت الهام میگیریم، از شرایط الهام میگیریم، اینا از آن خود میکنیم و از این به بعد هر چی که ساخته میشه زاییده تخیل و خلاقیت شماست. وقتی همه این تخیل، وقتی همه این خلق در مورد شخصیت، فیلمنامه، موقعیت حاصل شد، حالا در بازنمایی این روی پرده سینما، یعنی از اونجا فیلمنامه نوشته شد با همه این شرایطی که گفتم، این حالا قراره تبدیل به یه فیلم بشه. خب در این برگردان باز تمام تلاش من اینه که همه اون تخیل، همه اون با چیزی که ساخته شده با نهایت امکان باورپذیری رو پرده منعکس بشه. این در مورد حرکت دوربین، در مورد طراحی هنری، در مورد بازیگری، گریم و و و همه مؤلفه هایی که باش فیلمو میسازین، اون تخیل حالا باید دوباره برگردونده بشه. تو شکل سینمای مورد علاقه من این دوباره برمیگرده که حتی گاهی تصور این که کاری نشده، گاهی تصور این که اصلا این در لوکیشن واقعی ساخته شده، گاهی تصور این که اصلا این مستنده، در خیلی از موارد پیش میاد که مطلقا اینجوری نیست، مگه در فیلمایی که اصلا ساختار مستند داستان باشه، ولی همه چیز دوباره بازآفرینی میشه با تاکید روی باورپذیر شده. فهمیدی؟ این بر چاپ کردیم، اون بر چاپ کردیم، آخرش هم هیچ چیزی هیچی. ببینم نامه برای کارگر جماعت حقوق میشه؟ اصلا طلب از دست کار، از دست طرف کار بگو، ای بی نداره بگو، از دست طلب کار خودمون تو خونه این چرا دست باشه؟ بگو وسطش آگهی پخش میکنم، بگو بزن دیگه، بگو بابا چرا وسط دست باشی شدم جلو دوربین؟ میخواستم بگم که این دوزا خودمو تو خونه قایم میکنم، هیچ جا نمیرم، میترسم برم بیرون میگیرنم. میدانه چیزه قربان از برم، میدانه چیزه، اینا 3 ماه پیش کارخونه را فروختن، به هیچ کس هم نگفتن. پروسه نوشتن فیلم نامی پروسه طولانیه، به نظر من مثل پروسه تدوین میمونه، یعنی اینکه زمان باید بهش داد. واقعا فیلمنامه رفتن، برگشتن، فکر کردن، مشاوره کردن، یک جور کلنجار رفتن با موقعیت نیاز داره. فیلم با فیلمنامه نامطمئن و ناقص سر صحنه فیلم برداری رفتن به نظر من که کار غیر ممکنه، ولی اگر اتفاق میفته، اتفاق غریبی، اگر اون فیلم درستی از آب در بیاد. خب خیلی از کسات متکی به نوعی از بداهه سازی، نوعی از در آمدن فیلم موقع فیلم برداری هستن، ولی به نظر من مال آدم های خیلی خاصه، یعنی مال کسانی که گذر کردن از این مسیر طبیعی فیلم سازی و به اونجا رسیدن، و الا فیلم نامی باید کامل و دقیق باشه.